باید بگم که شرکت کوزانا برای اجرای این پروژه کاملا آماده است. راستش ما در اوایل فکرم نمی کردیم که این کارو با شرکت آلمانیا شریک بشیم. مگه نه ایگیت؟ یعنی اگه آلمانیام اینو میخواستن من بازم نمیتونستم باور کنم همچین اتفاقی میفته. نه من اینطور فکر نمی کنم. چون من با رویاها و خیالات زندگی نمی کنم. من به بیشتر از اینا فکر می کنم. خوشحالم که آقای گیت بزرگتر از تصوراته. منم سعیمو می کنم تا این رویاها به حقیقت مبدل بشن. خب آقا فاتح. آقا فاتح. ما هنوز قرارداد امضا نکردیم مگه نه؟ آره آقای گیت همیشه انقدر حساسن، اما اشکالی نداره، همین الانم میتونیم بریم و قراردادو ببندیم. یه امضا میخواد، کار سختی که نیست مگه نه؟ نه خیر، منم تو این موضوع کاملا با آقای گیت موافقم. امشب خیلی با هم حرف زدیم و بهتره تا وقتی که قرارداد امضا میشه خیالاتو بذاریم کنار و در مورد حقایق حرف بزنیم. آره من الان حقیقتو بهتون میگم، یعنی ما میتونیم فردا شب بازم همو ببینیم، اما با این تفاوت که فردا شب جشن میگیریم. فکر نکنم بشه آقا جاهد، چون فردا شب من یه جای خاصی دعوتم. واقعا عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی خوشم اومد، عالی بود، خوشم اومد، آفرین. که اینطور باید بگم راه و رسم آلمانی‌ها رو کلن فراموش کردیم، چون اونا اینجوری نمیخورن. درسته که برای یه مدت طولانی آلمان زندگی کردم، ولی من اصالتاً ترکم. واقعا شما خیلی عالین، خیلی باحال حرف میزنین، واقعا خوشم اومد. جاهد ببخشید، میشه اون چنگالو بهم بدی؟ اینقدر جلوی نخند و اعصابمو بیشتر از این خورد نکن. بهت نشون میدم، بذار از اینجا بریم، بهت نشون میدم که اعصاب کی بیشتر خورده. فردا شب خونه همسایتون دعوتم، اگه خواستین به هم خبر بدین، شاید بعد از شام بتونم بیام پیشتون. دوستای آلمانیم در مورد رستوران های بوغاز خیلی شنیدن، میخوام ببرمشون اونجا. حتما، من اون دوستای آلمانیتونم به یه رستوران خوب معرفی میکنم تا اونام برن اونجا. نگران اینم نباشین، من دیگه باید برم. صورت حسابم پرداخت میکنم. راستی غذا عالی بود، خیلی ممنون. نوش جونتون قابلی نداشت. ما اصلا مثل آلمانیا نیستیم. درسته. بلند شو بریم. مگه نه؟ آره بریم.